به نظرم میاد که راجع به کل بداهه نوازی، اصلا بداهه نوازی رو بشکافی بیدیم چیست، بعد وارد جزئیات بشیم، بعد منطقی تحلیلش کنیم. من فکر میکنم که اگر قرار باشه از عشق صحبت واژه‌ای که به قول حافظ یه قصه بیش نیست قمیش من اجاب که از هر زبان که بیشنه من دارو کرده است، هر آینه که هر نشأت هر فراشد و فروشدی در مقوله عشق تحلیل و تعلیل و بررسی شده بشناسیم، شاید بشکوهتر یا باشکوهتر بتونیم در این زمینه لااقل نزدیک بشیم. دانستن یک چیز بسیار ساده است. یک شاعر نوپرداز ما که بخواد معاصر باشه، بخواد با زبان و ضربان دل مردم زمانه خودش صحبت کنه، اگر بر شانه پیشینیان خودش بالا بره بشه، اگر بتوانه پیشتر باز حرکت کنه، باز تمامت هم یعنی این تمام زمینه های شناختی است که در گستره ذهنیت او گسترده تر جرق بخواهد. به نظر به گمان من اگر شعرهایی چون حالا نیما که خودش من از شعر باز کردم تا بموسیقی چون ملموس اینیتش ملموستره برای مردم تا موسیقی که انتظایی تره، نیما اگر پیشینه خودش رو پیشینه خودش یعنی شعر کهن رو نمیشناخت، جان مایه بدان جا قوی نداشت. اخوان سالی هست همید، شاملو همید، فروغ همید. شما برین تا رابعه ادبی، برین تا ابو حفص سقر شاعر نوپرداز ما، اگر اینا رو بشناسه پیش زمینه هاییست برای چیدن ذهنیت حال و حرکت برای آینده. برای همین مهاتما گاندی میگه نوآوری که ریشه در سنت نداشته باشد مبتذل است. من به این اضافه میکنم، میگم کسی که سنت گذاره اولین نوآوره، ویلا سنت نمیشه حرکتش. پس بنابراین به سنت ها به دیده احترام باید نگریست. به این سادگی نیست که یک ملت، یک قومیت، یک همیت، یک هویت، یک چیزی برگزیده برای خودش برگزیده.